سلام، به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه پاکستان در پرتگاه انزوای جهانی، افتادن در فهرست حامیان هراس افغانی، بر سر پاکستان چه میگذرد؟ آیا پاکستان دوست امریکاست یا دشمن؟ پاسخ بیدرنگ من دشمن است، زیرا پاکستان تنها گروه های ضد خودش را سرکوب می کند، اما گروه های هراس افغان دیگر را که در فهرست سیاه امریکا هستند پشتیبانی می کند. صدام در انتخابات امریکا. همزمان با هشدار زلمه خلیلزاد از تلاش های پاکستان برای سرنگونسازی حکومت وحدت ملی، سناتوران امریکایی هشدار می دهند که اگر پاکستان از پشتیبانی از هراس افغانان دست بر ندارد، باید در فهرست سیاه کشورهای حامی هراس افغان درج گردد و با عنوان دشمن شناخته شود. در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا گفته شد که جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان به هراس افغانان کمک کرده و نیروهای دولتی افغان و خارجی را با تهدیدهای جدی سر دوچار ساخته است. در این نشست برخی از سناتوران امریکا و زلمه خلیلزاد سفیر پیشین واشنگتن در کابل تاکید کردند که برای شکست هراس افغانی در جهان باید با این سیاست پاکستان مبارزه شود و امریکا کمک‌هایش را به این کشور مشروط سازد و در فرجامین گزینه کمک‌ها به این کشور قطع گردد و پاکستان به عنوان دشمن شناخته شود. اما در واقع آیا راهبرد واشنگتن در برابر اسلام آباد تغییر کرده است؟ برای بحث بیشتر در این باره دکتر فرامرز تمنا، رئیس مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان، و دکتر جعفر مهدوی، استاد دانشگاه، اینجا با خود داریم. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای تمنا، پاکستان با عنوان دشمن و حامی هراس افغانی شناخته خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به حضور شما جناب دکتر مهدوی بینندگان ارجمند. واقعیت است که در سیاست خارجی معمولا به ویژه آنجا که به سیاست بین الملل مربوط میشه، هویت واقعی کشورها تا یک زمان پنهان میمانه و بالاخره عکس العمل ها و اکت هایی که کشور در محیط منطقه‌ای و بین المللی خود را به او هویت واقعی از او نشان میده. لذا مطرح شدن پاکستان به عنوان مطلع تروریسم یا حامی تروریسم و گروه های افرادگرا در منطقه مسئله بوده که حدود 13 سال از 14 سال از که حکومت افغانستان و مردم افغانستان روی از او پافشاری دارند تا مجامع بین المللی بالاخره به رسمیت بشناسند که پاکستان حامی تروریسم است و مسائل و مشکلاتی که در منطقه ما هست بخش عمدهش به پاکستان برمیگرده. نه تنها تروریسم، مواد مخدر، بحث پولشویی، قاچاق انسان و حتی اسعار جعلی، اینا ناشی از عملکردهای غلط پاکستان در منطقه بوده. ما خوشحال هستیم که بالاخره جامعه جهانی و یکی از قدرتمندترین متحدین پیشین پاکستان، ایالات متحده آمریکا، هم به این نتیجه رسیدند که پاکستان حامی تروریسم است. پاکستانی ها فرصت بسیار داشتند در طول 14 سال گذشته که صداقت خود نسبت به افغانستان و تعهد خود به صلح و امنیت جهانی ثابت کنند، اما واقعیت است که اون از فرصت ها استفاده نکردند و تروریسم و حمایت از افرادگرایی را جز لاینفک سیاست خارجی خود قرار دارند. وضعیت فعلی جهانی، وضعیت فعلی سیاستمداران در ایالات متحده آمریکا همانند وضعیت داخلی افغانستان شده. یعنی ما برای اولین بار شاهد یک به وجود آمدن یک دیدگاه مشترک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در خصوص پاکستان هستیم و امیدوار هستیم که این دیدگاه بمانه و به تغییر دیدگاه پاکستان در امور افغانستان به پروسه صلح و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی منجر بشه و او خطی که پاکستان گذاشته بین تروریسم بد یا تروریسم خوب یا طالبان خوب یا طالبان بد، او مرز از بین برداشته بشه و کمک کنه به دستیابی افغانستان و پاکستان به یک اجماع بر خصوص پروسه صلح. آقای مهدوی، شما چگونه میبینین تغییر سیاست ایالات متحده آمریکا در برابر پاکستان؟ آیا این تغییر یا رویکرد ایالات متحده در برابر اسلام آباد راهبردی است و یا تاکتیکی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام خدمت شما دکتر صاحب، جناب شما و بینندگان عزیز. ما با توجه به یک سلسله فکت ها و کد های مشخصی که موجود هست هم در سیاست خارجی آمریکا در گذشته و هم با توجه به تحولاتی که در سه حوزه بسیار مهم استراتژیک منطقه جریان داره، حوزه چین یا دریای جنوبی چین که شما در جریان هستید، به ارتباط منازعات که بین چین و فیلیپین و کشورهای منطقه وجود داره، بحث آسیای میانه و شبه قاره هند و موضوع خاورمیانه، من متاسفانه نگاه خوشبینانه به این اظهارات و موازی ندارم به دو سه دلیل. دلیل اولی است که
در امریکا سیاست‌های استراتژیک امریکا را حکومت سایه پیش می‌بره و حکومت سایه تدوین می‌کنه. این که وزیر خارجش چی گفته، این که کدام عضو مجلس نمایندگانش یا سناتورش کدام چیز گفته یا وزیر دفاع، بحث مهم هست، ولی تا حدی که ارتباط پیدا نکنه با موازی استراتژیک امریکا. حکومت سایه امریکا عبارت است از بعضی مراکز که مراکز تینک تانک امریکاست و CIA و بخشایی که ارتباط میگیره با یک سلسله کارتل ها و تراس های اقتصادی مثل شرکت ها و فابریک های اسلحه سازی و تصمیم بسلی رو میگیره. به عنوان مثال شما شاید بودید حدود یکونی ماه پیش یک گزارش نشر شد به ارتباط عوامل پشت پرده 11 سپتامبر و پیش از اینکه نشر شود اعلان شده بود که 27 یا 28 صفحه از این فقط در ارتباط این گزارش ارتباط میگیره با نقش شاهزادگان سعودی در حوادث 11 سپتامبر و شما دیدید که سعودی مقاماتش تهدید کردن که اگر این گزارش نشر شود صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری سعودی از آمریکا قطع میشه و آمریکا با بحران اقتصادی مواجه میشد. شما شاهد بودید که CIA حدود یک ماه بعد اعلان کرد رسما که هیچ گزارش به ارتباط وجود نداره. این بسیار واضح بود. اما ما میخوایم به ارتباط مسئله ای که اخیرا اعضای کانگریس و آقای خلیلزاد و برخی مقامات آمریکایی به ارتباط پاکستان مطرح کرده، خوشبینی هایی را در محافل سیاسی افغانستان ایجاد کرده که گویا برای نخستین بار پاکستان در حال منزوی شدن است و آمریکا مصمم است. ما این را نمیتونیم بپذیرم به سه دلیل. دلیل اولی است که تصمیم حکومت سایه در آمریکا در حمایت از پاکستان است و اهمیت پاکستان بر آمریکا به دو سه دلیل بسیار واضح است. یک، جایگاه خاص پاکستان در این منطقه، یعنی پاکستان در موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی قرار گرفته که هم سر منازعات بین چین و آمریکا بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. آمریکا هرگز در منازعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی که همراه چین فعلا و در آینده داره پاکستان را کاری نخواهد کرد که پاکستان به صورت بسیار واضح در اردوگاه چین قرار بگیره. نکته دومی است که پاکستان در موقعیت قرار گرفته که اراده پاکستان میتونه که جلوی ایجاد جبهه های جدید به ارتباط روسیه را بگیره و یا اینکه جبهه جدید را ایجاد بکنه. یعنی پاکستان میتونه این ظرفیت را داره که بتونه دالان عبور تروریست هایی که از اونها استفاده ابزاری میشه علیه منافع روسیه به دست پاکستان است. مسئله دیگه خاورمیانه است. ما نباید فراموش بکنیم که آمریکا در خاورمیانه بسیار منافع گسترده داره و خاورمیانه یکی از کلیدی ترین مناطق و حوزه ژئوپلیتیک برای آمریکاست که پاکستان در اونجا هم اشراف داره. این سه حوزه بسیار مهم است. شما این مقایسه بکنید مثال با مطالبات افغانستان، یک کشوری که درش اجماع ملی ایجاد نشده، یک کشوری که ثبات سیاسی درش وجود نداره، یک کشوری که حکومت از او با بحران مشروعیت مواجه است، یک کشوری که امریکایی با وضوح طالبان را به عنوان یک مشکل داخلی افغان ها قلمداد کرده. یک مسئله و نکته دیگر ما میتونیم شاید مثال بیاریم از اظهارات خود مقامات امریکایی. کتاب 88 روز تا قندار آقای گرینیر که رئیس دفتر CIA در حوزه پاکستان افغانستان بوده و بسیار نقش کلیدی داره، با وضوح بار بار در اونجا اظهار میکنه که برای ما بسیار واضح بود که رهبران طالبان وقتی از افغانستان میگریزه تحت حمایت آیسای قرار میگیره. اما امریکا چشم خود پود گرفت سر از موضوع، این موضوع نادیده گرفت. بس دیگه جیمز دابینز که مسئول مقام امریکایی مسئول است در کتاب خود با وضوح به افغانستان پس از طالبان و ملت سازی عنوان میکنه که طالبان مشکل امریکا نیست. اما اجازه بدید یک نکته، دلیل اصلی که من فکر میکنم امریکا در این شرایط تصمیم گرفته ممکنه به چند دلیل باشه. دلیل اول است که یک موضوع گسترده است، طالبان اخیرا تحرکات انجام داده و خود از چتر حمایتی صرفا پاکستان و مشخصا آمریکا خارج ساخته، تماس های همراه ایران داشته، تماس های همراه چین داشته، تماس های همراه مخصوصا مسکو داشته. این موضوع نشان میده برای آمریکا که طالبان او مجموعه سیاسی و امنیتی دستاموزی از اونها نمیتونه باشه و طالبان به چند مجموعه تقسیم شده، مخصوصا که طالبان اخیرا ادعا کرده که
به یک رای حل بین الافغانی بیشتر اعتماد داره بدنیک در قطر هست و موضوع دیگه انتخابات رایندی امریکاست و موضوعات دیگه فشار مجلس نمایندگان افغانستان به ارتباطی که امریکا باید موضوع خود واضح بسازه مجموعه عوامل مختلف است که من فکر می‌کنم موضوع رو گرفته ولی من اعتماد ندارم به این موضوع. آقای فرامرز، چنین یک حرفا و موضع‌گیری‌ها در ایالات متحده آمریکا فقط در محدوده چند مقام ایالات متحده و سیاستگران و سناتوران و اعضای کنگره این کشور است، هیچ ربط به سیاست رسمی واشنگتن در برابر اسلام‌آباد نداره و هیچگاه راهبرد واشنگتن در برابر پاکستان تغییر نخواهد کرد و این دوست استراتژیک از دست نخواهد داد. یک بس هست در سه ساعت تحلیل میشونم بررسی کنه، میشه یک محقق بررسی کنه تحولات اخیری که در خصوص پاکستان اتفاق افتاده. یک ساعت تحلیل داخلی است، مسائلی که در داخل پاکستان هست، بس نقش اسلام گرایان در سیاست هست، بس بحران انرژی و مسائل اقتصادی. این مثلا نمیشه خیلی دور گرفت از مسائلی که نسبت به رابطه پاکستان و آمریکا در جریان است. مسئله دوم در سطح منطقه است. پروسه صلح افغانستان قرار بود که با رفتن خارجی‌ها تسهیل و تسریع بخشیده شود. سال 2014 خلاص شد، خارجی ها رفتن و بهانه طالبان برای نیامدن پشت میز مذاکره حل شد که خارجی ها نبودن در افغانستان. پس معلوم شد که شکست پروسه صلح یا به موفقیت نرسیدن پروسه صلح تنها متغیر مرتبط با نیروهای خارجی نبوده، بلکه دست دیگری به نام پاکستان در این مسئله هست. این مثلا باعث شد که نقش پاکستان در ناامنی های منطقه برجسته تر شود، مضافاً که بحث کشورهای اسلامی که حامی پاکستان بوده مثل عربستان سعودی، انفجاراتی که در عربستان سعودی اتفاق افتاده به نحو پای پاکستان کشیده خواهد شد و این حامیان اسلامی خودم از دست خواهند داد. در سطح تحلیل کلان من حدود 13 سال درباره سیاست‌های کلان امنیتی ایالات متحده آمریکا تحقیق می‌کنم. یک چتر امنیتی جدیدی در حال شکل‌گیری در منطقه است که این چتر امنیتی کمک می‌کنه که هژمونی ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه که مرکز افراط‌گرایی است، مرکز انرژی است و مرکز تعاملات و مسائل دیگری که با اقتصاد آمریکا گره خورده، چتر امنیتی آمریکا در خاورمیانه باید بمانه. این چتر امنیتی در صورت میمانه که یک مستطیل امنیتی در منطقه تشکیل شود. این مستطیل امنیتی سرزمینی است بین چهار کشور، بین اسرائیل، ترکیه، افغانستان و هند. این متغیر بعدی است که کشورهایی که در این حوزه هستند چتر امنیتی جدید آمریکا هستند برای از اینکه بقای هژمونی ایالات متحده آمریکا در قرن 21 هم کماکان تضمین بکنند و پاکستان در این مستطیل امنیتی شما می‌بینید که این جایگاهی نداره. مسئله سوم که باز کمک کرده به اینکه این سیاست تکوین پیدا کنه در قبال پاکستان، افزایش روابط رو به تزاید هند و ایالات متحده آمریکا است. سفری که آقای مودی داشت به ایالات متحده آمریکا و سخنرانی که داشتن، ملاقاتی که با لابینگ هندو تبار آمریکا داشت و همچنین سفری که آقای اوباما به هند داشتن، این روابط هند آمریکا بسیار تقویت بخشید. یعنی از منظر ستلیل خورد میانه یا منطقه‌ای و ستلیل کلان، از هر سه منظر که ببینیم، با توجه به معادلات امنیتی که در شرف وقوع است در قرن 21، ایالات متحده آمریکا جایگاه بسیار ضعیفی به پاکستان در سیاست‌های خود داده. اگر شما توجه کنین اهمیت پاکستان در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در زمان جنگ سرد بود، چون ایالات متحده آمریکا پاکستان به عنوان کشور به عنوان حایل و همچنین به عنوان کشوری که صد نفوذ کمونیسم در جنوب آسیا باشه میدید. اما اون نقش در دهه 90 هم کمی باقی موند به دلیل اینکه افراط‌گرایی در منطقه بد کنترل میشد و پاکستان نقشی داشت. اون نقش در قرن 21 و سالهای اولیه این قرن از سال 2001 به این سو روز به روز در حال کمرنگ شدن بود. تنها برگ برنده پاکستان برای ایفای نقش در معادلات جهانی افغانستان است. یعنی تا وقتی که افغانستان محل مانور امنیتی و استخباراتی پاکستان باشه، پاکستان در معادلات جهانی جای خواهد داشت. اما وقتی که برگ برنده از دست پاکستان بره، طبیعتاً پاکستان جایگاه قبلی خود نخواهد داشت و ما شاهد هستیم که روز به روز جایگاه پاکستان در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تضعیف میشه. که ما گفتم دلیلشه و مهمترین دلیل بس افزایش روابط میان هند و ایالات متحده آمریکا. آقای مهدوی، در صورت بروز بحران در روابط واشنگتن و اسلام آباد، آیا ایالات متحده آمریکا به پاکستان میتونه به اهداف استراتژیک خود در افغانستان و منطقه دست پیدا کنه؟ آنگونه آقای فرامرز اشاره ای داشتن، در واقع ایالات متحده آمریکا دنبال بدیل برای پاکستان در منطقه است و افغانستان میتونه به عنوان بدیل خوب و برای پاکستان تلقی گردد و در کنار از این کشورهای دیگر هم ایالات متحده آمریکا در جست جست. ببینید، یک نکته بسیار مهم است که من البته بحثی که چتر امنیتی شاید برخی مراکز پا
پالیسی میکر امریکای موضوع پیشنهاد کرده باشه. اما آخرین تحلیلی که سیاستگران حکومت سایه امریکا به او رسیدن، مسئله چین بسیار مهم است و روسیه. در ارتباط با چین و روسیه، نه هند میتونه او ظرفیت داشته باشه که بتونه منافع امریکا رو تامین کنه، و مسئله دیگه، مسئله بسیار خطرناک برای امریکا دقیقا پاکستان است. امروز امریکا چنان که به نظر میرسد در حوزه حمایت از منافع امریکا و حوزه ترانزیت انرژی ایران یک مشکل هست. اگر پاکستان هم به این مشکل اضافه شود، من فکر میکنم که با توجه به موقعیت پاکستان، اشراف که پاکستان سر تنگه هرمز و دریای عمان داره، و از طرف دیگه اشرافی که پاکستان میتونه همسایه ایران است به عنوان کشور بسیار تاثیرگذار منطقه‌ای، و از این طرف در دریای چین جنوبی بسیار نزدیک است، از این طرف دیگه به سمت آسیای میانه است، سه حوزه است که در تهدیدات آینده آمریکا بسیار کلیدی است، یعنی در تاپ اولویت است. سی حوزه. آقای مهدوی، سوال اساسی این است آیا ایالات متحده آمریکا پاکستان به همین شکل با موجودیت پناهگاه‌های امن هراس افغان در این جغرافیا در آغوش همچنان نگه می‌داره، و یا نه سرانجام باید برخورد جدی داشت، اقدام عملی داشته باشه در برابر لانه‌های هراس افغانی در این کشور؟ چون منافع ایالات متحده آمریکا از پاکستان در افغانستان با خطر مواجه شده. و مسئله دیگه هم پاسخ به سوال شماست، هم اتفاقا حتی اگر مستطیل شکل گرفته عبارت است از ترکیه و اسرائیل و هند و افغانستان، شما میفهمید که افغانستان به خودی خود برای از اونها اهمیت نداره. افغانستان امروز تمام بسیار واضح در سیاست خارج آمریکا افغانستان را از دید پاکستان میبینه. حتی اگر این موضوع چتر امنیتی یا مستطیلی که جناب تمنا صاحب عنوان کرد صحت هم داشته باشه، افغانستان به دلیل اهمیتی که داره، افغانستان پاکستان اهمیتش چند برابر میشه، چون امریکا میتونه از طریق پاکستان سر افغانستان اشراف داشته باشه. امروز تمام کمک هایی که در بخش های نظامی و امنیتی افغانستان میشه توسط آیسای پاکستان اول چک و کنترل و سپس اجازه داده میشه که 20 بال طیاره داده شوه. یک موضوع دیگه به ارتباطی که امریکا واقعا چقدر میخواهد که افغانستان مستقل ببینه یا زاویه دید پاکستان، یا به عبارتی واقعا به دنبال است که پاکستان رو منزوی بسازه. ببینید، امریکا به دنبال حل بحران در این منطقه نیست، امریکا به دنبال مدیریت بحران هست. و منفعتش چی هست در شما موجودیت بحران در اینجا؟ تصور بکنید اگر امریکا بسیار جدی وارد عمل شود در این ساحه، بسیار عاجل یک حکومت با سواد در افغانستان ایجاد بکنه، طالبان رو کسایی که همراه حکومت می حمایت کنه و کسایی که نمی به زودی میتونه معدوم کنه، کاری که در سال 2001 کرد در افغانستان، و پاکستان هم جدا تحت فشار قرار بگیره. موضوع بعدی که پیش میاد، اولین سوال با توجه به بافت فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیکی در این ساحه است، سوال پیش میگه که امریکا حضورت برای 10 سال با 9 پایگاه در افغانستان و چندین پایگاه به عنوان مثال در پاکستان چیست؟ بنابراین امریکا در حوزه شبه قاره هند که به طور واضح در پاکستان و مشخصا در افغانستان پایگاهی واضح داره، اگر این حوزه را از دست بده، نه براحتی میتونه سر آسیای میانه و روسیه کنترل داشته باشه، و نه میتونه سر چین داشته باشه، و نه میتونه سر خاورمیانه داشته باشه، و بدیل هم وجود نداره. و بدیل هم وجود نداره. ممنون. بس که وجود داره، امریکا یکی از دلایلی که به دنبال مدیریت بحران است، نه به دنبال حل بحران. یعنی که مدیریت بحران نه اجازه میده که حکومت کابل توسط طالبان سقوط کنه، و نه هم اجازه میده برای حکومت کابل، یعنی امکانات در اختیارش قرار میده که طالبان بتونه در نقطه قرار بده که به سمت نابودی حرکت کنه. تا چه زمان این گونه میخواهد روی کار داشته باشه امریکا در اینجا؟ این بحران تا زمانی که چین به عنوان یک تهدید جدی اقتصادی، سیاسی و امنیتی در برابر امریکا باشه، و روسیه به عنوان یک تهدید جدی امنیتی در برابر امریکا باشه، و چین در برابر امریکا باشه، و ایران همچنان بر حال دایه های بسیار گسترده خود در منطقه و در برابر منافع آمریکا یک چالش باشه، این جغرافیا در اختیار آمریکا قرار خواهد بود. و ما غیر مستقیم هم شنیده بودیم که آمریکایی‌ها پلان داره برای 50 سال در اینجا حضور داشته باشه. حضور در صورت امکان پذیر است و منطقی که بحران و چالش هم در منطقه موجود باشه. آقای فرهام عرض، حالا پاکستان در برابر این موضع‌گیری های ایالات متحده آمریکا یا بنابر روایت شما تغییر راهبرد واشنگتن در برابر خودش چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا تن به برداشتن از حمایت هراس افغان خواهد داد، و یا نه همچنان بر موضع‌گیریش در حمایت از هراس افغانان پا خواهد فشرد؟
سه راه داره پاکستان به نظر من. راه اول لابیگری بیشتر در ایالات متحده آمریکا است و ای که این نظر ایالات متحده آمریکا و نظری که فعلا مطرح شده ای تغییر کنه به نفع پاکستان که در لابیگری قوی هستند پاکستانی یا به ویژه از طریق امریکایی‌های پاکستانی الاصل. راه دومی است که پروسه صلح افغانستان با موفقیت برسانه و در نشاندن طالبان به میز مذاکره همراه حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا شود و نشست چهار جانبه دوباره شروع شود و پروسه صلح به یک موفقیت نسبی برسه تا این دید تغییر کنه. و راه سومی است که بر وضعیت فعلی شماتت کنه و اصرار ببزه و وضعیت فعلی طوری مدیریت بکنه که هم پاکستان هم ایالات متحده رو به خود داشته باشه، هم افغانستان داشته باشه، هم چین داشته باشه و به هر حال وضعیت فعلی بتونه حفظ بکنه به نحوی که آسیب نبینه از کاهش روابطش با ایالات متحده آمریکا و به چین و روسیه نزدیک‌تر. اما به گفته آقای مهدوی ایالات متحده آمریکا خود میخواه وضعیت بحرانی در منطقه به ویژه در افغانستان همچنان حفظ گردد. بله، یک سناریو همیست از منظر تئوری توطئه. سناریو همیست که ایالات متحده آمریکا برای از اینکه باقی بمانه در منطقه نیاز داره به عواملی که ای بقار تضمین بکنه. پس با این حساب آمریکا و پاکستان دیدگاه مشترک دارن. پاکستان هم بحران در افغانستان میخواه و به گفته شما ایالات متحده آمریکا هم در جستجوی سناریو ممکنه ای باشه از منظر تئوری توطئه. اما بحث ما ایست که مسئله پاکستان کمی فراتر از افغانستان هم باید دید. باید داشته باشین که کشور دیگر هم در منطقه است که به مراتب بیشتر از ما هم سرمایه داره و هم قدرت داره و هم توانمندی لابینگ بین المللی به نام هندوستان. و اونها بسیار تلاش میکنند تا پاکستان جایگاه ضعیف و منزوی در معادلات سیاسی جهان داشته باشه. هر چقدر که ما علاقمند انزوا کشاندن پاکستان باشیم، هندی ها صدها برابر افغانستان خواهان ازی هستند و مصرف میکنند و طبیعتا موفق هم خواهند شد. در معادلات سیاسی جهان آنچه که تعیین کننده روابط میان کشورهاست منفعته. منفعت روابط هند با ایالات متحده آمریکا به مراتب بیشتر از منفعت روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان است. آقای تمنا، آیا ایالات متحده آمریکا برای مهار پاکستان وارد جبهه تازه جنگ در این کشور خواهد شد و یا نه همچنان گزینه بنزوا کشیدن این کشور را تا فرجامین مرحله در پیش خواهد گرفت؟ بسیار زود است که قضاوت کرد. هنوز این بحث در حد مسائل لفظی هست، در حد پالیسی رسمی حکومت پاکستان متو نیست. باید منتظر ماند ببینیم که افغانستان و هند از فضای فعلی چقدر استفاده میتوانند بکنند و چقدر میتوانند از فضای فعلی برای افزایش روابط خود با ایالات متحده آمریکا و به انزوا کشاندن پاکستان مدد بجویند. به هر حال این واقعیت است که در حال افشا شدن هست و دیپلماسی عمومی در افغانستان و دیپلماسی عامه در هند هر دو میتوانه در به انزوا کشیدن پاکستان کمک کنه. آقای مهدوی، وضعیت فعلی به کجا خواهد رسید؟ آیا تغییر در سیاست پاکستان در برابر افغانستان و گروه های هراس افغان با وجود خواهد آورد و یا نه چیز دیگر اتفاق خواهد افتاد؟ یک نکته بسیار مهم است. ببینید، موضوعی که مجلس نمایندگان آمریکا گرفته، من یک سناریو میبینم و یک پروژه میبینم که تاریخ مصرفش برای یک شرایط خاص که امروز مطرح شده. حکومت سایه تصمیم خود میگیره، اونا استراتژی خود داره، مثل افغانستان است که شما در مجلس افغانستان میبینید موضوعی رنگارنگ هر روز گرفته میشه ولی حکومت کار خود میکنه. در آمریکای حکومت سایه بسیار قدرتمند است و او همیشه هست. حکومت ها حزب دموکرات جمهوری خواه میمیرن ولی حکومت سایه است. برای حکومت سایه شما در کتاب آقای گرینیر، در کتاب آقای جیمز دابینز، در تمام آثاری که به ارتباط سابقه حضور آمریکا در افغانستان و سیاست های استخباراتی آمریکا در منطقه افغانستان و پاکستان وجود داشته، بسیار به صراحت گفته شده که با حکومت سایه تمام موضوعات را در جریان است. بسیار از اونها منیج و مدیریت میشه و اتفاقا اینطور نیست که مجلس نمایندگان امروز خبر شده باشه. از 10 سال، 15 سال پیش و از هر افغان دیگه کرده، از ریاست عمومی امنیت ملی ما کرده، معلومات بر ازنا وجود داشت که طالبان در کجا مستقر هستند، چقدر آیوساید نقش داره، تمام بر ازنا واضح بود. اما چرا داری 15 سال سکوت کردن؟ چرا امروز موضع گرفتن؟ من این را به این خاطر میگم که تاریخ مصرف مشخص داره. به من از یک تاریخ مصرفش ختم شد، شما مطمئن باشید یک حیاتی از سنا یا یک حیاتی از کاخ سفید پس با پاکستان میره، کمکار رو دوباره تجدید میکنه و هرگز ببینید اصلا منطق اجازه نمیده که آمریکا بیاید منافع خود در ارتباط با پاکستان که یک
معنوان کرد و بسیار یک جایگاه استراتژیک و ژئوپلیتیک داره به قربانی یک حکومت بی ثبات در افغانستان بکنه. من می‌خوام سه نکته را اشاره بکنم. در کنار نگاه های استراتژیک سه نکته دیگه هم هست که پاکستان یقیناً این معادله را تغییر میده، شاید به ظرف چند ماه تا طول نکشه. یک لابی قدرتمندی که پاکستان با حکومت سایه داره، یعنی یک رابطه بسیار مستحکم استخباراتی بین آقای و مهدوی بوده. نکته دیگه ضعف حکومت وحدت ملی است. مسئله دیگه فقدان اجماع ملی است و دیگه است که امریکا هرگز پاکستان را به خدمت خوش کردن افغانستان نمی بینه. بحث بحرانی که در منطقه شبه قاره هست کاملا در کنترل آمریکا است و بخش از پالیسی و حفظ تلاشتون برای حفظ منافعشان است. سپاسگزارم از حضورتان در برنامه و ممنون از شما بیننده ها. هم در اخیر یک خبر کوتاه. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا عملکرد صدام حسین دیکتاتور کشته شده عراق را ستوده است. ترامپ در جمع هوادارانش میگوید که صدام خادم بدی بود، درست است، اما میداند که چه کار درست انجام داد. خراس افغانان را کشت و این کار را هم به خوبی انجام داد. ترامپ پیش از این گفته بود که اگر دیکتاتورهای مانند صدام حسین و معمر قذافی هنوز بر سر قدرت می بودند، جهان 100% جای بهتر می بود. اما مشاور سیاسی پیشین کلینتون در واکنش به اظهارات ترامپ می گوید که چنین سخنان نشان می دهد که او به عنوان فرمانده قوا تا چه حد می تواند خطرناک باشد و به هیچ وجه لیاقت سمت را که در پی آن است ندارد. سخنان ترامپ در خصوص سیاست خارجی آمریکا تا اکنون جنجال بسیاری حتی در میان همحزبی‌های خودش به دنبال داشته است. برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه به این باورند که وی قصد دارد در مقابل خطرات روبر رشد جهان موضع انزوا را اتخاذ کند.